ابراهیم علیه السلام می رود تا در مسلخ عشق پسرش اسماعیل را به اذن خدا قربانی کند. می رود تا رها شود از تعلقات زمین تا برسد به آسمان، برسد به ملکوت خدا. می رود تا رها شود از بندهای نیاز تا به بی نیازی پروردگارش متصل شود. تا عشق برای همیشه سبز باشد و بندگی تا ابد شگوفه بار. عید سعید قربان مبارک. به نام یاد خدا. خوش آمدید بیننده های عزیز در ویژه برنامه عیدی. مهمان با خود داریم که همیشه گفته فارسی زبان ها یا به گفته ایرانی ها سر شلوغ است و همیشه از دست خبرنگار اصلا روز نداره. فکر کنم امروز راحت ترین روزشان است و تانستن از مصروفیت ها و از کار و وظیفه خود را رها کنه و در کنار فامیل خود یک عید خوش و آرام داشته باشه. مهمانی برنامه ما است نعمت الله بارکزی، نماینده شاروالی کابل. بارکزی صاحب خوش آمدید میگم به شما. عید برای شما تبریک میگم از طریق شما به فامیلتون محترمتون تبریک و تهنیت میگم. خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت همکارای محترم تکنیکیتان و خدمت تمام عزیزایی که ما را میبینم. ما مثلا خود عید به همگی تبریک میگم و امیدوارم که عید خوب و خوشی در کنار فامیلتون سپری بکنم. و الحمدلله در روز عید ما در خدمت رسانه‌های محترم هستیم. نمیخوام خط کشی بکنم که مشغله کاری مشکلات بر ما ایجاد میکنه. شما بهتر میدونید رسانه یک شوق است، یک عشق است. و زمانی که کار انتخاب میکنین دیگه نباید تابع اوقات اداری باشه. نه. و کسی که مسئولیت اطلاع رسانی برای مردم داره باید شب روز در خدمت مردم باشه. انشالله ایده به خوشی و آرامی آغاز کرده باشین. خب سوال نخستی است که بارکزی صاحب قربانی کردین؟ همان روز آقا شد قربانی؟ تنهایی قربانی کردین این شراب کرده والا تنهایی بود. خدا بخش پدر رو به عموما در اون زمان یعنی در زین ما بوده میشه ایگه هم عرفه هم قربانی دگر در ما بوده حالا بس خیلی به تنهایی هم بود. بارکزی صاحب معمولا روزای رسمیات شب مصروف می باشیم و تمام مردم می دونه که شما مصروف هستیم، یعنی مصروفیت شما نسبت به مصروفیت های دیگه فرق داره و ایره همه که شاهد هستن و در پهلوی مصروفیتتان ماشاءالله موفقیت های زیادی دارید. بزرگی تان از شد سانه افتخار همه تنهای ماست دارای شما می کنه. چی برنامه دارین به عید؟ یعنی روزایی که بخصاً به ایسی روزی عیده که شما مختص به ای است که شما باید سیاحت دارین و در کنار فامیلتان باشید. ما پیشتر برتان گفتم که روزای رخصتی رو بدون شک با فامیل هستیم، اما خب نمیتونیم که از کابل زیاد برایم به خاطر که خب در روزای عید هم در خدمت رسانه هستیم، هم صبح هم شام چندین تایم و هر جایی که میریم باید بعد دو سه ساعت خود پس برسانیم به کابل. از این خاطر سعی میکنیم بیشتر اوقات با فامیل بگذرانم و سعی میکنیم که زیادتر بخوابم که بخواب پوره شد. بله، یه چیزی که نمیشه خواب است. بله بله بله. بزیار از مصروفیت ها فورا کردن خواب مشکل است. دقیق. بخصن ایک مصروفیت شدید تا رو فامیل چی؟ فامیل از شما چه قرارداد دارن؟ گلایه های وجود داره، گلایه وجود داره که بیشتر وقت مصرف کار هستی. خب بدون شک زمانی که آدم زیاد مصرفیت کاری داشته باشه با سر کار ما با کامپیوتر بسیار زیاد است، چشم زیادتر خسته میشه و خسته که شد شب که خانه میری دیگه نمیتونی زیاد بیدار بمونی، بعضی که نانه میخوری نماد میخوری مجبور بخوابی دیگه. دیگه گلایه همیشه از ما وجود داره. خب سعی میکنیم که مدیریت بکنیم در روزای عید، در روزای رخصتی که از بتونیم تا حدی جبران کنیم. بله. قبل از اینکه اینجا بیاییم مهمان مخواهید کجا رفتیم و کجا بیاییم؟ خب قبل از اینکه پیش شما بیاییم خانه یک چند تا دوستا رفتیم و باز تماس شما بود و خدمت شما رسیدیم و صبح هم که با رسانه های دیگه بودیم. معمولا روزهایی که مردم میرن بعضی جاها خانه دوستا و خشمنده یعنی روزهای مصروفت ها یعنی خودتان یک چهره برجسته هم هستیم در رسانه ها لطفا خیش قوم اینا در مورد تانسی میگه. خب بخواین نخواین اونا به صحبت های خود را داره و مورد دیگه که وجود داره در کنارش دیگه عادی شده برشان نگه، چون همیشه رفتیم ما آمدیم و تو گپ خاص نیست، اما خب بعضی از مشکلات گپ ها در خواست هایی هست چون سعی میکنیم دقیق دقیق گلایه های فامیلی دیگه سعی میکنیم اونا مدیریت بکنیم. اونا من مطمئن هستم درک میکنن مسئولیت شدید زیاد را. خب معمولا
اهداف و فرزند و بله بله ازدواج کنید دو دختر دارم خودم آیی کیش یک ساله است کیش دو نیم ساله است سه ساله تقریبا شاید محکم تن بگیره که ایده بتون بابا محکم بگیر هم را بیادرزاده با ما است چهار تا بیادرزاده دارم الحمدلله بسیار زکی بسیار هوشیار دیگه ما حتما بس فالی دیدید بسیار خوب در روزهای برگر صاحب همه رفت آمد و خشواندی و کمیداری اینا معمول از کدام باید روابط خود نگه داره با مردم در کنار از وظیفه یا صاحب کاریتان گاهی شده یک قبلا بخصوصا در دو سال اخیر یا اید گذشته شما از خانه مهمان دوباره برگشته باشین به سر کارتان یا زیاد شده ببینین کار رسانه‌ای وقتی که انجام میدین من پیشتر براتون گفتم ما جای مهمان بودیم ما خدمت شما هستیم و بخواین نخواین مجبور هستین طوری مدیریت بکنین اگه واقعا میخواین کار کنین واقعا میخواین اطلاع رسانی بکنین نه که فقط به نام باشه باید از تمام اطراف بزنین زمان بمونین بر رسانه ها و غیر از رسانه هر کار دیگه ای که هست حتی استراحت خودتون باید آپشن دوم باشه آپشن اول باید اطلاع رسانی باشه معمولاً پروژه هام که میبینم مردم میبینن پروژه ها بسیار با موفقیت پیش میره و پروژه های دستاورد بزرگی است در شاروالی بدون شک یعنی شاروالی را مستثنا ساخته بالگاه ارگان ها یعنی چی ویژگی داره شاروالی که این قدر کارشون سرعت داره و خصوصا این قدر پروژه را برای انداختن و ببینین الحمدلله فعالیتی که شاروالی کابل داره انجام میده و ماشین تحرک شاروالی کابل که اینقدر خوب داره پیش میره در این شکل نباید بکنیم که رهبری بسیار عالی داره رهبری داره که متوجه همه چیز است و اگر مختص بسازم موضوع را خود شارواس به کابل است که از هیچ چیز دریغ نمی کنه به خاطر رفتن، دیدن، نظارت کردن و بسیار موارد را خودش دیگه کاملا بحث میکنه در این باره از این بابت است که خب وقتی که خودت یک آمر داشته باشی که همه چیز را میبینه بحث میکنه و نظارت میکنه با تو و میخوای که بهتر شود امکانات هم به اختیارت قرار میده اگر شما غیر از فساد بخوان کار کنن کار بسیار زیاد کرده میتونه فلحاظ سیستم بسیار خوب شفاف شده هر چیزی که در شهر وجود داره هر کاری که شورای کابل انجام میده خصوصا با سکتور خصوصی همگیش به داوطلبی میره چیزی به عنوان رفیق سیاسی و سفارش سیاسی و واسطه سیاسی وجود نداره سابق در شورای بود ما زندگی کردیم دمی شهر دیدیم کار کردیم دمی ارگان وجود داشت اما فعلا نیست هر موضوعی که هست میای به شورای و مطابق با پروسیجر قانون پیش میره یعنی کسی بالاتر از قانون نیست و ایشوار همیشگی ایشوار واسه بوده هر کسی هم که باشه با هر سفارش نامه هم که آمده باشه قانون سرش تد بگنش ایشوار یعنی همین پروژه های شاروالی معمولا بودجهش از کجا واسه؟ مطلقا یک شگفتی کلان همه میاست که تمام چیزی که شما در شهر میبینین خلاف حکومت سابقه یا حکومت های قبلی همگیش از بودجه داخلی خود شاروالی کابل است یعنی ما از بودجه ملی یک افغانی هم نمیگیریم که وزارت مالی هم میده بانک‌های جهانی و دونرها رو بمانند در جایش و تمام چیزی که شما می‌بینین همه پول صفایی است که شما 600 یا 700 افغانی روزی یک افغانی یا دو افغانی میشه مردم تعویض میکنن همه خوب مدیریت میشه تنظیم میشه و با دقت تمام صرفه‌جویی میشه و همه پروژه‌ای که در شهر اجرا میشه بعضی پروژه‌هایی که در شهر کابل تمام شده و کارش به اتمام رسیده مثلا پروژه سرزیر زمینی یا پروژه‌های دیگه که اونجا یک نماد ساخته شده بعضی اعلانات از دونه مثلا پروژه بله 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 سوپر کلا بله اینا چی هست؟ ببینین ما چند بود کار میکنیم مسئله سرک سیاسی زیر ساخت و گپا خوب کاملا جداگانه است اما همین نماهای زیبای شهری یا المانهای شهری که شما بگونه مشخص میبینین اینا در همکاری با سکتور خصوصی ساخته میشه و سکتور خصوصی یک رقابت در میانش الحمدلله ایجاد شده که بدون بروکراسی بدون کاغذپرانی هر کسی که میخواد در آبادی شهر کابل سهم بگیره در وادی شهر کابل بر روش باد هستن و بدون هیچ مشکلی میتونن بیاین و کاری که میخواین انجام بدن ایده که در ذهنشان است به بحث گرفته شه و به بهترین شکل ممکن اجرا شه بدون شک در راستا تمویل کننده هم چاره خود سوپر کلا بوده و این به شکلی نیست که رایگان باشه برشان با وجودی که اعلانشان در اینجا هست اونا از اعلانی که انجام میتن در شهر کابل و شهرولی کابل مطابق قانون تکس پرداخت میتنن بعضی پروژه ها بروژه شد اونان بحث ما سر پروژه هست روزی دیرم سر پروژه ها بحث میکنی ولی دیگه وقت ما شما را گیر نمیکنیم میخواییم که مثلا ما هر وقت بخواییم در خدمت دارم
یعنی هدف است که بعضی پروژه ها در سابق در دولت سابق هیچ راه اندازی نمیشد، اگر چندین با پروژه بودجه تصویب میشد بله راه اندازی نمیشد، باستان پروژه کوتاه بله تیر میشد، ولی فعلا کارش بسیار به سرعت روان است. اینا تفاوتشون در چی است؟ حکومت قبلی و در حکومت فعلی؟ ببینیم برادر، نهادهایی که خدماتی هست مثل شارولی کابل، مثل ساعت‌ها نهادهای خدماتی در کل، ما نی تفنگ داریم نی زور داریم، ما پلان میسنجیم، پلان میسازیم به خاطر بهبود شهر و بدون شک تحت یک چتر حکومت داریم کار میکنیم. امارت اسلامی افغانستان فعلا و سابق جمهوریت بود، زمانی که این چتر حکومت حمایت بکنه به این معنی که خب یک نهاد خدماتی به نام شارولی کابل هست، پلان داره میخواد اجرا بکنه، نیازی که واسطه سیاسی وجود داشته باشه، نیازی سفارش سیاسی وجود داشته باشه، همین است که ما پیش میریم و کار میکنیم. کسی برای ما امی به پاشتو خند برش میگن چالش ایجاد نمیکنه دیگه. اما در سابق خصوصا پروژه کوتل ما قبول دارم که چندین بار نیت انجام شدنش بود، اما کافی بودی که از زورمندایی که در مصاحبه بود به کسی که اینجا قدرت داشت بود یا یک زنگ میزد یا پیشش میامد و سفارش میکرد یک پروژه بسیار کلان و عامل منفعی که به خاطر نه تنها کابل است بلکه شمال و شمال جنوب افغانستان رو به هم دیگه وصل میکنه میمان. اما فعلا قصانی چیزی قانون است اجرایی میشه و حق مردم یک افغانی هم خورده نمیشه، یک سانتی متر از زمینشون خورده نمیشه و مطابق قانون پروسه استملاک چی جان پیدا میتونه. یک چیزی که برا توجه سفته این روزا مثلا روزایی دست با مردم بیشتر هم داستان جوانان و جوانان و اطفال با خونیلاشون میرن به پارک های ملی پارک ها که میخوان به سر چکر برن. اما شاروالی در این مورد چی هست که برای فامیلی ها برای کنون پروژه های پارک سازی یا جاهایی که مثلا به سر حد باشه و دارن یا خیر؟ ببینید شارولی کابل فعلا با شما صحبت میکنه، مبخشین 140 پارک فعال ما دست از شهر کابل داریم، 140 پارک فعال و شارولی کابل مطابق قانون وظیفه داره که از سرسبزی حراست بکنه، مراقبت بکنه، منتننسش را اجرا بکنه، سرکایی که وجود داره یا دیگه زیبایی های مثل فواری ها اگر وجود داشته باشه کتار و همه چیزو. حالا من به تیپ استفاده کردنش که بیشتر شما مسئله فامیلار یاد آور شدین، او باز برمیگه به وزارت محترم امر معروف و نهی از منکر که اونا کدام موارد را مد نظر میگیرن. اما از طرف ما هیچ مشکلی در قسمت پارک ها وجود نداره، آبیاری میشه و تمام نیازمندی هاش رفع میشه. هدف مجبود کنه در این در اطلاع جایی میشن پارک هایی که بخیر پارک همی حالا باز هست، 140 پارک همی حالا باز هست، 140 پارک هم دارم میارم فعال هست، پارک شهرنا به بسیار شکل خوب ساخته شده و هنوز هم کارتن جیبیان داره. آب کافی ندارن به خاطر آبیاری ما پارکی ندارن در شهر کابل که از بابت آب خشک شده باشه. پارک ها فعال هست، ما میدونم بعضی پارک ها امکان کتارش خراب شده باشه گفای دیگه، مثلا پارکشی اول کتارش خراب شده بود او رو ما ترمیم کردیم پس رنگ کردیم و جور کردیم. خب معمولا چیزایی که عامل منفعه است در محیط های عمومی قرار داره، اونا بخواین نخواین یک چیزی به نام مراقبت همیشه بعد دکناش وجود داره که اگر او تخریب میشه پس دوباره جور شده چون عموم مردم استفاده میکنن و در خانه یک نفر نیست. از اون بابت دقسمه ترمیماتش همیشه کار دیجان داشته و داره، دقسمه ساخت‌ساز سرکاش اگر چه راستیاکی یا چوکی ها دارن یا فواره او دارن یا گلدان دارن تمام اینا انشالله اجراد میشه و در مورد پارک ها باز است از طرف ما. خوش شدیم برگزار خواهش میکنم برادر که مثلا از اعمار وطن ما میشنم شما و این قبایلی ما مثلا دیکنیان میکنه و مردم ما و کارکرتان برای مردم معلوم است. انشالله که پیشرفت بیشترتان رو ببینید در یرسه. خب روزایی دست و تقریبا شاید دو روزی بگم انشالله بخیر سپری شما با فامیلتان و با ما همچنان قسمی که مثلا در روزهای اید مردم بیشترن جاهای متفاوت میرن چه برای چکر خانی فامیلا و جاها شاید شما هم از اینجا اگر میخوام بگم بدون شک دیگه جا هم وعده کردیم که باید برید. خب خوش نمزی که آمدین به برنامه خواهش میکنم وظیفه است برادر کردین. یک گفتگو هم شد و یک قسم کردیم و یک معلومات هم برای بینده عزیز ما شد و بیشترن یک خرسندی شد بر مردم. یعنی یک سوال نهایی که ما باید بکنم در مورد پروژه کوتل است که در چه وقت تمام خواهد شد؟ انشالله او تاملان یا او اسکیجوالی که ما برش جور کردیم بعد تا ماه ده، یعنی تا پایان امسال، چون ماه ده زمانی که شما میدانید که حتما باران و برف هم است و اونجا ساخت ساز سخت است امکان نداره، این پروژه انشالله بعد افتتاح شوه و اگر انشالله در راستای ایجاش کدام مشکل نباشه، چون بعضی جا شما میبینید کو است و بعد کو تخریب شوه و تخریب کو بشار جنگجالی شما بهتر میدانه و در تقریبا 5-6 نقطه عملا کار جریان داره، هر ساعت
مهاجرانش بررسی میکنیم و نظارت میکنیم، اگر مشکلی باشه حاضر رو حل میکنیم. خب بخواین نخواین پروژه زمانی که جامعه شه باید ریسکای خود را داره، اما کوشش میکنیم که انشالله تا پایین امسال انشالله شاید افتتاح باشه. انشالله قربان تم زنده باشین، خواهش میکنم. بخیر باشه و باقمانده ایده خیر و خوش همچنان بارد. همچنان بر تمام کردیم قربان تم بخیر باشه. بیرین دفعه عزیز ویژه برنامه دیمو تا برنامه های دیگه که در خدمت شما قرار میگیرن و دوست دیگر ما قرار میگیرن، شما را به الله یافتا و بینیاز بسپارم. ایده خوش و سرحال داشته باشید.